به نام ایران، به نام ایران آریایی، به نام ایرانیان آریایی، به نام کوروش بزرگ، به نام داریوش بزرگ، به نام رضا شاه بزرگ، به نام شاهنشاه آریامه ایران پدر، به نام فرح پهلوی ملکه مادر و به نام کوروش رضا پهلوی شاهنشاه ایران، به نام خدای من ایران و به نام خدایان ایران ملت آریا ایران. عرض ادب میکنم، آریان وطن خواستم در تلویزیون جهانی آریامهر که به ایران عزیز، اروپا، امریکا، کانادا و قسمتی از مکزیک پخش میشه. ساعت دقیقا 5:05 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 23 مارچ 2010 و سوم فروردین ماه 2569 شاهنشاهی است. در ایران عزیزمون ساعت 3:35 بامداد است و همیهنان آریای من در خواب نازی هستند و در فکر فروپاشی این رژیم و برگشت کشورشون به دست همیهنان آریایی و یک حکومت سکولار و افتخار کردن به اینکه این جانوران را از خاک خون بیرون کردند. شما تلفن استودیو است؟ 4:35. پس اون ساعت استودیو با درست کن. ساعت در ایران آریای مود ساعت 4:35 بامداد هستش. سایت رسمی تلویزیون آریامر abctv1.com، سایت IR2007 ما رو پخش میکنند و جناب ناصر توکلی طبق معمول در هیوستن تگزاس www.krist رله میکنن، پخش میکنن برنامه ما رو. بهشون درود میگم و اجازه بدید برنامه رو امروز شروع کنم. همین، من امروز واقعا خودم رو برای صحبت کردن طبق معمول همیشه آماده نکردم. امروز صحبت من تلویزیون آریامهره، بقا و ماندگاری تلویزیون آریامهره و صحبت دیگه امروز نیست. همینان در داخل ایران که دارین صدای من رو میشنوید و این تصویر رو میبینید، اجازه بدید امروز رو ما بیشتر به داخل خانه برسیم و بتوانیم روی پایمون بیستیم و روز بعد دوباره تورپیدو و موشک و گلوله و تفنگمان را نشانه به قلب رژیم بگیریم. امروز هم در طول برنامه به هر صورت قلب رژیم نشانه است. وقتی پایداری تلویزیون آریامهر صحبتش هست، یعنی این سنگر بماند و برای حمله به حکومت اسلامی که کشور ما را اشغال کرده. بنابراین همین، لطف میکنین نگاه میکنین به تلویزیون آریامهر و نظارگرین برنامه هستین، برای که تلویزیونی است که دوستش میدارین و نزدیک 2 ساله دارین باش همراهی میکنین و همرزم و همصدا باش هستین. ولی موقعیت ما رو درک بکنید و موقعیت بسیار حساسی است. همیهن من همیشه در زندگی دوست دارم هر چیز رو ریویو بکنم، به قول فارسی خودمون مرور کنم. دوست میدارم امروز مروری داشته باشیم بر تاریخچه 2 ساله تلویزیون آریامهر که در زمانی که شروع کرده هدف چی بوده، در کجای کار هستیم و برای چی ادامه میدیم و برای چه باید بمانیم و ادامه بدیم. 2 سال پیش زمانی که واقعا من یکی از اعضای اصلی گروهی که خواستیم برای ایرانمون کاری بکنیم، بدون توجه به اینکه چه خطراتی در پیش است، بدون توجه به اینکه چه مشکلاتی ممکن در راه باشه، چون عرق میهن پرستی و حس آزادی خواهی کشورمون نقطه اصلی واقعا فکر و تفکر ما بود، گروهی بسیار معدود دست در دست هم رسانه برپا شد به نام تلویزیون آریامهر. نامش آریایی است. کسانی که در صحبت میکنند آریایی هستند، ایران را دوست میدارند و با تمام وجودشون با حکومت جهل و جنون و اشغالگر در کشور آریای ما مخالفند و میخوان به پایانش بکشند به توسط هممیهنان گرفتار ما در داخل ایران. بنابراین 2 سال قبل رسانه شروع به کار میکند. مشکلاتش رو نمیخوام براتون باز بکنم، برای که واقعا طاقت فرسا و غیر قابل تصور هست. یک سری میلیونر جمع نشدن، یک سری پولدار پول باد آورده جمع نشدن، یه عده هم یعنی که من یکی از اونها هستم که در طول سال باورم بکنید مرخصی در زندگی من اصلا معنایی نداره و هفته 60 ساعت 70 ساعت کار میکنم. بسیار معمولی متوسط نظر مالی در زندگیم هستم و بهش افتخار میکنم. کار میکنم برای ادامه زندگیم و راحت زندگی بکنم و محتاج هیچ کس نباشم، ولی فکر میکنم که باید برای ایرانمون کاری کرد. دکتر سرکوی آمادگی خودش اعلام میکنه، جایی که داره برنامه اجرا میکنه آزادی مطلق نداره که به اون طریقی که میخواد با رژیم بجنگه. گرده هم جمع میشویم و تلویزیونی برپا میشود با تمام مشکلاتش واقعا به نام تلویزیون آریامهر. از روز اول این تلویزیون 2 هدف رو با شما مشخص میکنه. این حقیقتی است که خودتان هم بهتر می‌دانید، خواهان براندازی حکومت اسلامی اشغالگر در کلیت تمامیتش هست و ما طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی بعد از فروپاشی حکومت اسلامی اشغالگر و یک رفراندومی که کوروش رضا پهلوی هم که بسیار دوستش می‌داریم و فرزند آریامهر ما هست، نظرشون همین است رفراندومی بشود و مردم ایران تصمیم بگیرند چه نوع حکومتی می‌خوان.
من به عنوان یک طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی رأیم رو در اون صندوق خواهم انداخت و شما اگر فکر دیگری دارید آزادانه بدون هیچ ترس و واهمه‌ای بدون نگاه پاسدار و بسیجی و اینکه نانتان قطع می‌شود کوپن بهتون نمی‌دهند به صندوق رأیتون رو می‌اندازید. بنابراین این راه مشخص شده و هیچ تغییری درش پیدا نمی‌شه و نمی‌توانه پیدا بشه. بنابراین کار شروع میشه. این کار بسیار متفاوتی است. این کار ظرف 30 سال گذشته به هیچ عنوان کسی جرأتش رو نمی‌کرده انجام بده. اون کسانی که شروع می‌کردن برای رسانه اغلبش 99.9% برای بیزینس بوده. رسانه رو باز می‌کنن برای اینکه یه کاسبی است. من اگر بیزینسی دارم از محل اون زندگی می‌کنم، کار می‌کنم، سرویس میدم به اون کسانی که با من دارن بیزینس میکنن یه کار میکنن، ولی تلویزیون وقتی میاد باز میشه به طبق معمول و من مشکلی هم باشون نمیبینم. ایالات متحده آمریکا یک کشور کپیتالیستی است. شما میتوانین سرمایه گذاری بکنید، از محل اون درآمد داشته باشین، ذخیره داشته باشین، به مال املاکتون اضافه بکنید و در رفاه زندگی بکنید، مشکلی درش نیست. برای آنها اغلبشون، من میتونم بگم 99.9% آمدن بیزینس شروع کردن. حالا بعضیا اسم سیاسی هم روش گذاشتن، ساعتی از برنامه رو اختصاص دادن، اون یک مسئله دیگری است که به چه مسیری میخواد بره، چه کسی اسپانسر اون برنامه است و هدفشون از این برنامه سیاسی چیست. تلویزیون آریامر از روز اول میاد میگه من یک تلویزیون 100% سیاسی هستم، من برای بیزینس باز نشدم، برای همکاری و همراهی همرزمی با همیهنان در داخل ایرانه و نفرتمون رو به این رژیم نشون میدیم و با تمام وجودمون یک پل ارتباطی رو ایجاد میکنیم به داخل ایران عزیزمون، برخلاف رسانه‌هایی که این پل ارتباطی رو دارن سوء استفاده ازش میکنن و مردم رو برین واش مذهبی میکنن و پایه‌های رژیم رو مستحکم میکنن و بازو و دست چپ و راست رژیم میشون. این رسانه میاد میگه طریق دیگری من رفتار میکنم. اونها اگر میاین رسانه استبلیش میکنن برای درآمدشون هست، برای کاسبی هست، برای ذخیره کردن پول هست، یه در سر کار میگذارن، کار میکنن و هم میهنان برون ما رو حتی گرفتار این مشکلات میکنن. آقا بیان رسانه ترستار داره به ایران میره یا هاتبرد میره، شما رو مشغولت میکنن، چی میخوای؟ تو از ایران آواره شدی، در برون از ایران چی میخوای؟ پوزش میخوام. یک مقداری برصورت یه همیانه میخواد که با تو فارسی صحبت بکنه، موزیک فارسی برای تو بگذاره، یا احیانا تصویری به تو نشون بده، یا یه سریال تو رو مشغولت بکنه، انترتینمنت برای تو میکنه، یا یه سری خواننده رو جمع میکنه میاره دبی کنسرت میگذاره و لاس وگاس و شما رو مشغول میکنه، میگه آقا از ایران آواره شده. این نگران نباش، ما اینجا این کار رو در اختیار تو میگذاریم، پولت رو میگیرد و 30 سال این کار رو ادامه میده و به دوست میداره 30 سال دیگر 300 سال دیگر ادامه بده، برای که اصلا ایران براش مهم نیست، هم میهن گرفتار من و تو در ایران اصلا براش مسئله نیست. یک رسانه میآید میگه من میخوام کار دیگری بکنیم، ما میخوام واقعی باشیم، میخوام حقیقی باشیم، یک مسیر رو انتخاب میکنه که بسیار خطرناک، بسیار کشنده، بسیار زجرآور و بسیار گران براش تمام میشه. من باید بسیار جرأت داشته باشم در جلوی دوربین بنشینم و از هیچ کس نترسم و با تمام وجودم با حکومت اشغالگر اسلامی در ایران آریمن بجنگم. بقیه این قدرت رو ندارن، این دل و جربزه رو نداره، میترسه، ترسوس. آقا من میخوام برم سوار ماشینم بشم، میخوام نگران نباشم، شب تو خونم خوابیدم میخوام نگران نباشم کسی از پنجره وارد نشه گردن منو ببره، و حقم داره. برای جنگیدن با این حکومت اشغالگر اسلامی کار ساده ای نیست. فرخزاد جانش رو میدن، شهریار شفیق رو جانش رو میدن، هزاران نفر دیگه در بین از ایران نابودش رو میکنن. کسان این قدرت رو پیدا میکنن که از جان خودش میگذرد، نه تنها از مالش میگذرد، میگه میخوام برای ایرانم کاری بشه. و این رسانه شروع میشه و شما نظارگران میشوید برای 2 سال. از روز اول هدفش رو مشخص کرده، با تو هم میهن صمیمی و هم راز و هم دل بوده و شما باهاش بودین. این رسانه از روز اول مورد شماتت و مخالفت کسانی قرار میگیره که این راه رو دوست نمیدارن. آقا بیا کاسبی بکنید، رسانه است، بیا پول در بیار، میتونی در بیار جنس بفروشی، این رو بیارین، اون رو بیارین، ولی مسیر این تلویزیون رو نیست. شما درک کردید بعد از 2 سال تلویزیون آریامه چند تا گمش آگهی داره؟ تقریبا هیچی. چرا؟ برای که مسیر دیگر انتخاب کرده، مسیر مخالف واقعا خلاف آب رو داره حرکت میکنه و این بسیار باید پرقدرت شنا بکنه و بازواش رو استفاده بکنه که هر لحظه به جلو بره. به محض اینکه یک قدم به جلو میره، 5 قدم اون فشار آب و اون فشارهایی که روش هست اون رو به عقب فشار